بشم هشم نسه به نستی اخ تو راسی بالانو مشر مراشاق هیرت یعقوب وزرت هشم ایدوارخ صفحه 799 از یرقوت یوسف دو قوانین مربوط به پیدیون هبن سیف کافدالت اتمی خیاویم لیفتوت. چه کسانی خیاب هستند که بچه هاشون رو باز بخرن از کهن؟ کافدالت میفرماید که تینوخ شنولت بچه‌ای که به دنیا اومد بعد از 9 ماه حاملگی بینی خوب و قرار دارند اون رو در اینکوباتور، دستگاهی که این بچه رو مثل شکم مادر نگه می‌داره، و رسید روز 30 زایمان و هنوز در اینکوباتور هست، باید اون رو باز بخرنش. فقط اگر متولد شده در ماه 7 یا 8 و او رو در اینکوباتور نگه داشتن، خوبه که صبر کنه از این که بخواد باز بخره تا اینکه 30 روز بگذره از روزی که از اینکوباتور خارج میشه. و امکان داره که همه چیز وابسته است به موقعیت بچه. اگر اون چیزی که قرارش میدن بچه رو اونجا به خاطر ترس خطر جانیه و به خاطری که زنده بمونه یا فقط به خاطر رشد و نمو معمولیه، بنابراین شایستن که این رو از خاخام بپرسه در هر موقعیتی. و بعضی موقع نیست که متولد شده بعد از 9 ماه اگر نتونه زنده بمونه بدون اینکه اون رو در اینکوباتور نگه دارن، باز خرید نکنه او رو تا ای که زنده بمونه 30 روز در با قدرت خودش. پس بنابراین بچه ای که در اینکوباتور هست باید با راب مشورت کنیم که آیا لازم هست او رو بعد از 30 روز از تولدش باز خرید کنیم یا بعد از 30 روز که از اینکوباتور در اومد. پس این فرق میکنه و احتیاج به بررسی داره. کافه میفرماید زنی که سخت کرد و بعد از حدود 7-8 هفته از حاملگیش، یک خانمی بعد از 8 هفته از حاملگیش سخت کرده برمینان و بعد از اون متولد کرده پسری رو، اگر بررسی شده اون سخت و یافت نمیشه در اون تکهی که خارج شده هیچ گونه شکلگیری و نقش بندی و تشکیل عضو، خیابه که باز بخرن اون بچه‌ای که متولد میشه بعد از اون با براخا، به خصوص که اینچنین مینهای یروشالایم و شهرهای اطرافش هست و در مکانی که مینهای ما نمیگیم صافق براخوت لحاقل. و این بررسی که ما میگیم انجام بده فایده داره، حتی توسط زنها انجام شده، حتی اگر زنش گفته که به اون شوهره که اون نفل بوده بدون اینکه تشکیل عضو باشه، بایستی که اون بچه بعدی رو با براخا باز بخرن. فقط به خط خیلا بایستی بترسیم که بعد بررسی کنیم بر طبق نظر مره اوراراوی که وارد هست. ولی اگر سخت کرده و نمیدونیم نفل شکلگیری عضوها داشته یا نداشته، بایستی که بچه رو باز بخرن که بعد به وجود میاد، به دنیا میاد بدون براخا، و باز بخره به منظور اینکه برگردونه اون پول پیدیون رو، یعنی کهنه پول پیدیون رو برگردونه. و اگر سخت کرده تکه‌ای که در اون استخوان داره، یعنی اون سختی که بوده استخوان در اون بچه بوده، اون چیزی که سخت شده، بایستی که باز بخره اون بچه‌ای که بعد از اون میاد بدون براخ. و اگر سخت کرده کیسه آب اون بچه رو و بررسی کردن دیدن که پر آب، درش هیچ گونه شکلی عضو نیست، اونجا باز خرید میکنن بچه رو بعدی که به دنیا میاد با براخا. بنابراین اینجا ما یاد میگیریم که اگر بچه ای سخت شده بعد از 8 هفته از حاملگیش و بعد یه پسری به دنیا میاد، بعد این برای بچه رو بررسی کنیم ببینیم آیا شکلگیری عضوها انجام شده یا نه. اگر انجام نشده که باید بچه بعدی رو با براخا بیان و باز خریدش کنن. و در موارد پیش میاد که احتیاج به بررسی بیشتری هست یا شک دارن، به هر حال موارد مختلفش رو باید بررسی کنن و در مورد خاص جواب خاص خودش رو
بدن. شماره 26 میفرماید زنی که وقتی غیر مذهبی بوده حامل شده با ممنوعیت و سقط کرده اون جنینش رو بعد از اینکه مشخص شده که حامل است و بعد از اینکه تشوبا کرده ازدواج کرده با یک جوونی که اهل یشیواست و مذهبیه و حالا پسر اول زاد به دنیا آورده و این خانم میترسه که برای شوهرش تعریف کنه که سقط داشته به خاطر که شالون بعیتشون به هم نخوره، مجازه که تعریف نکنه بر اون سقط قبلی و اون شوهر پیدیونبن انجام بده، حتی اگر این باعث میشه که براخای لوتالا بگه و نیست در این سور به خاطر شالون بعید. و خوب و درسته که راو محل اطلاع بده به کوهن که جا بندازه و حذف کنه اون سوالهای عادی که از مادر میپرسن که آیا قبل از این تو بچه‌ای رو سخت کردی، که این سوالها رو نپرسه که باعث نشه که بخواد به خاطر شالوم تغییر بده، یه مقداری بدون چی بپرسه و چی نپرسه. شماره 26 صحبت میکنه در مورد زنی که در حالی که غیر مذهبی بوده حامله شده به صورت غیر مجاز و کار خلاف انجام داده و بعدم که متوجه شده حامله است بچه رو سخت کرده که همه اینا آون بوده، حالا تشوبه کرده توبه کرده بعد با یه مرد یشیوایی ازدواج کرد، حالا اگر بیاد الان پسر به دنیا آورده، حالا اگر بیاد بگه که یه چنین اتفاقی افتاده سخت داشته خب شالون بعیتشون به هم میخوره، اینجا استثنا به خاطری که سر صفا این زن و شوهر به هم نخوره هیچی نگه و بگذاره شوهرش پیدونامینو انجام بده حتی با براخا و اینجا ایسور نیست، چون به خاطر اینکه سر صفا این زن و شوهر به هم نخوره اینجا استثنا اجازه دادن و اون راه راب محل هم به اون کوهنی که قراره ازش باز بخرن بگه که چه سوالاتی رو بپرسه چه سوالاتی نپرسه که لازم به تغییر و دروغ گفتن از طرف این خانم نباشه. مثلا میپرسه ازش که آیا تو قبل از اینم بچه ای رو سخت کردی، میگه این سوالو نپرس که لازم نباشه که زن هم دروغ بگه. شماره کاف زن میفرماید که بچه اولزادی که متولد شده برای یک زن یهودی از مرد غیر یهودی خیاب به پیدیون و بایستی که صبر کنن تا اون بچه بزرگ بشه برمیسوا بشه و بعد خودش رو باز بخره، یعنی یک زن یهودی با یک مرد غیر یهودی رابطه داشته و بچه اولزادی به دنیا آورده، این بچه چون مادرش یهودیه یهودی حساب میشه و باید باز خرید بشه، ولی خب پدرش که یهودی نیست، پس صبر میکنن تا اینکه به سن برمیسوا برسه و خودش بیاد و خودش رو باز بخره. کاف خط میفرماید کسی که نمیدونه آیا پدرش کهنه یا اسرائیله و نمیتونم این رو واضح کنه، مثلا کسی که از جنگ جهانی دوم نجات پیدا کرده و موفق شده که باقی بمونه، مثل یک کندهی که از آتش نجات پیدا کرده و اومده ارث و تمام خانوادهش و والدینش از بین رفتن در جنگ جهانی دوم و اون نمیدونه آیا اون کهنه یا لویه و این فرد رفتار میکنه مثل یک فرد اسرائیل از هر نظر و ازدواج میکنه زن اسرائیلی و اومده پسر اولزاد به دنیا آورده و نمیدونه که آیا خیابه باز بخره اولزادش تو که شاید پدرش کهن بوده یا لوی بوده، از این قاردین ودایی که لازم نیست، حتما که لازم نیست باز بخره فرزندش رو حتی بدون براخا، چون که لازمه 5 شقالین به شقل عقدش رو بده، اون مبلغ رو اون حدود 100 گرم نقره رو بده و میتونه بگه به کوهن شاید من کوهن نیستم یا لوی، یا من کوهنم یا لوی هستم و نمیریم در مسائل مالی دنبال اکثریت و اینک میدیونه بین مسئله مالی است نه مسئله ایسور، همونطور که در بابا مسیا اونجا توضیح میده که صافق بخور آدم اموسیم خبرو حالا برای، یعنی وقتی ما شک داریم که ایشون اول زاد است یا نه یا که نمیدونیم لویه یا اسرائیل یا کوهنه، پس کوهنی که میخواد بیاد پول پیدیونو بگیره بعد ثابت کنه که این طرف اسرائیل و کوهنه و لوی نیست، بلکه به هر صورت در حالی که خیلی از اخرانیم نوشتن که بایستی بدون براخا اونو باز بخره، درسته که بترسیم از صحبتهای اونا و بدیم پول پیدیونو به کوهن به متانا المنت لحظیر به عنوان
هدیه ای که برگردونه، که متانا المنت لغزیر شما متانا، یعنی هدیه ای که داده میشه به عنوان برگردوندن اسمش متاناست و قبوله. و همونطوری که نوشته در شورخانه روخ، بنابراین در این حالتی که ما داریم میگیم شپیر دامه به نیدون دیدان، شپیر دامه خوبه که این چنین انجام بدیم نیست لخط خلاف. از کسی که نمیدونه پدرش کوهن بوده یا لوی بوده یا اسرائیل بوده، اینجا ما نمیتونیم هم ثابت کنیم که پدر کی بوده، باز خرید میکنه بدون براخا. و نکته دیگه این که پولی هم که میده، اون سکه و اون حدود 100 گرم نقره هم که میده به کوهن، میده به عنوانه که متانا المنت لغزیر، یعنی هدیه ای که طرف باید برگردونه و مسئله نیست، هلاخه هم همینه. یک زنی که شما کافتت، یک زنی که بچه دوقلو به دنیا آورده، زاخار و نقوا، یعنی پسر و دختر، اگر اون زاخار اول خارج شده از شکم مادر که باید پیدونه بندشه، اگر دختره اول خارج شده که معاف از پیدونه بند، ولی اگر نمیدونیم که اول خارج شده و به کوهن هیچی نمیده، چون که اموسیم خبره آلا بارایی، یعنی کوهن باید ثابت کنه که حتما پسره اول خارج شده تا بتونه پول بگیره، ولی اگر دوتاشون ذکور هستن، دوتا پسر به دنیا آورده بدون دختر، با وجود اینکه معلوم نیست کدومشون اول زاده، اون خمیشا سلایم رو به کوهن باید بده، چون به هر حال یکی از اونها یکی از این پسراش اول زاده. اگر خدایی نکرده یکی از اونها از دنیا رفت در میان 30 روز، دومی هم معاف میشه از اینکه بخواد باز خریدش کنه، چون باز اینجا عموسیم خوره رو آلاب هاره آیای کسی میخواد از دوستش پولی رو بگیره باید دلیل بیاره. لیکن اگر مرد یکی از اونها بعد از 30 روز، لازمه که باز بخره، که اینک اینجا خیابه به پیدیون. اینجا میفرماید که اگر یه مادر دو قلو به دنیا بود، یه پسر یه دختر، اگر پسر اول به دنیا اومده پیدیون بن میکنن، اگر دختر اول به دنیا اومده پیدیون بن نداریم، و اگر نمیدونیم کدومش اول به دنیا اومده بازم پیدیون بن نمیخواد، چون که نمیتونیم ثابت کنیم و نمیتونیم این پول رو بدیم به کوهن، چون معلوم نیست که این پول واقعا باید بده یا نه. ولی اگر دوتاش پسر بود و به هر حال یکیش اول به دنیا اومده، اگه نمیدونیم کدومش اول به دنیا اومده، بالاخره بعد این خمیشا سلایم رو به کوهن بده و باز خرید کنه، بالاخره یکیش اول زاده، اگه دور از همه یکیش فوت کرد در میان 30 روز، اون دومی هم معافه، من نمیخواد باز خرید کنیم. لیکن اگر بعد از 30 روز این یکی از این بچه هایی که از این پسرا از دنیا رفت، لازمه که باز خریدش کنه، که اینک وظیفه پیدیون وجود داره، یعنی وقتی 30 روز شد دیگه وظیفه پیدیون بر عهده پدر هست. شماره لامت میفرماید بچه اولزادی که فوت میکنه بعد از 30 روز، پدر او رو باز میخره و میپردازه به کوهن اون 5 سله رو. لامت دالت میفرماید کوهنیم لویم معافن از پیدیون ابن، حتی اگر شوهر اسرائیل و مادر کوهنه یا لویه، اون بچه خیاب به پیدیون نیست، که این موضوع مربوط نیست به پدر بلکه به مادر. شنمت پتر رحم به اسرائیل، یعنی گشایش رحم در اسرائیل. پس اگه مادر کوهنه، مادر لویه، بازخرید نمی کنن بچه رو، و در بته که اگه پدر کوهنه یا لویه که بازخرید نداره، پیدیون ها به نداره. و اینجا در مورد مادر تورا نوشته پتر رحم به اسرائیل، پس این موضوع مربوط به مادر که اسرائیل باشه حتما. لامت بت میفرماید اگه شک داریم مادر کوهن یا اسرائیل، از ایغار دین نمیخواد بازخرید کنن حتی بدون براخا، که به هر صورت درسته که بازخرید کنه بدون براخا و پول پیدیون رو بده به کوهن به عنوان هدیه به منظور برگردوندن، یعنی کوهن بعد برش میگردونه. لامت گیمل میفرماید که حقیقتا کوهنی که بچه خالال براش به دنیا اومد، مثلا این کوهنه با یک زن مطلقه ازدواج کرده که این کار آسوره،
اگر مرد پدر در میان 30 روز و اون بچه خیابه که خودش رو باز بخره موقعی که بزرگ میشه که پدر موفق به پیدیونبه نشده، و اگر مرد پدر بعد از 30 روز دیگه موفق شده پدر به پیدیونش و ارث میبره پسرش از او، بنابراین جدا میکنه پیدیون رو و به نزد خودش اون رو نگرش میداره. شماره لامد مجردی که لوی هست که زنا کرده و بچه ای رو به دنیا آورده و اون اول زاده، چه اگر حامل شده از اسرائیل چه اگر حامل شده از غیر یهودی، همیشه معاف از پیدیون به خاطر مادرش که لویه و اون لوی خار نمیشه در این ازدواج آسور و مردودش و دختر کهنت خیابه به پیدیون که اینک خار شده مادرش از کهانت با ازدواج با فرد غیر یهودی. اینجا میفرماید که اگر یک دختری که پدرش لویه رفته زنود کرده، اولزاد به دنیا آورده، حالا باباش اسرائیله، باباش گویه، این همیشه معاف از پیدیون هست چون مادر لویه و لوی هم خیلول نمیشه با این رابطه نامشروعی که داشته و آوان انجام داده. البته حالا اومدیم یه دختر کوهنی که پدرش کوهنه یه کار خلافی کرد، اینجا خیابه به پیدیون. چرا؟ چون مادره دیگه از کوهنی افتاده با ازدواجش با فرد غیر یهودی، یعنی دختر کوهنی که با غیر یهودی رابطه داشت اینجا باید بچهش رو پیدیون کنه، آوان کرده، گناه سنگین انجام داده. این زن با رابطهش با غیر از کوهن بودن افتاده، این دیگه کوهن حساب نمیشه، خار کرده کهانتش رو و اینجا افت کرده از درجهش و باید پیدیون رو انجام بده. لامته می فرماید ممزر که اون پتر رخم هست خیابه به پیدیون، و اگر معلومه کیه پدرش بازخرید میکنه او رو پدرش، و اگر نمیخواد بازخرید کنه یا ای که معلوم نیست کی باباشه خودش رو وقتی بزرگ شد بازخرید میکنه. یعنی ممزر یعنی فرض بفرماید یک زنی که شوهر داره با یک مرد ارتباط داشته و این بچه حرام زاده است، یا با خواهرش رابطه داشته یه مردی، یا با مادرش رابطه داشته، این بچه که به دنیا میاد بهش میگن ممزر، حرام زاده. حالا این زنی که با یک شخصی که آسور بوده رابطه داشته، که خیاب میتا داشته یا کارت داشته، اینجا بچه ممزره، حالا اول زادم است. حالا این بچه‌ای که اول زاده از شکم این مادر نادر خلافکار به دنیا اومده، اینجا ممزر هست، باید بازخرید بشه. اگه پدرش معلومه کیه که خیلی خوب، بابای میاد بازخرید میکنه. اگه نمیخواد بخرتش، یا که معلوم نیست کی باباشه وقتی بزرگ شد خودش رو باز میخره. لامدواب اکوتیت شیال دا و خرکاخ نیتگه یرا، یک زن غیر یا کوتی که یال دا یعنی بچه رو به دنیا آورد و بعد گرسدق شد، و بعد از گرسدق شدن بچه به دنیا آمد پاتور از پیدیون بین، چون که بالاخره پتر رخم نیست. این قسمت توضیحش اینه که یک زن غیر که بچه رو به دنیا آورد، خب بعدم گرسدق شده، الان که گرسدق شده یه بچه ای داره، و بعد از اینکه گرسدق شد یه بچه اولزاد پسر به دنیا آورد، این معاف از بازخرید، چون بالاخره اول پتر رخم نیست. درسته که بعد از گرسدق شدن یه پسری به دنیا آورده، ولی قبل از گرسدق شدن یه بچه دیگه داشته، پس بنابراین گشایش رحم اینجا نیست. ادامه بند لامدوا، ولی اگر حامله شده موقعی که کوتیت بوده، غیر بوده و گرسدق شده و بعد از اون متولد کرده، بن بخور که اون پتر رخمه این خیابه به پیدیون، با وجود اینکه حاملگیش با قدوشا نبوده، مزالک چون که متولد شده با قدوشا خیابه،
گفته پتر رحم به اسرائیل، گشایش رحم در اسرائیل، که اینک معاف به اصطلاح پتر رحم به اسرائیل هست. و اگر معلوم نیست آیا قبل از گیر صدق بودن یا بعد از گیر صدق بودن هست، اموسیم خورو علاوارا یا نمیتونه ثابت کنه آقای کوهن که این حتما پیدونبن میخواد، پس معاف از پیدونبن. قسمت دوم توضیح میده که اگر حامل شده ولی گیر صدق شده بعد بچه رو به دنیا آورده، در حالتی که یهودی شده بچه رو به دنیا آورده، این خیابه به پیدیون. و اگه معلوم نیست که قبل یا قبل از گیر صدق شدن بوده یا بعد بوده، که اینم معافه. لامد زین میفرماید کسی که باز خرید پسرش رو در میان 30 روز، یعنی نباید تو 30 روز باید باز بخره، بعد از پایان 30 روز، شب 31 روز 31، ولی اگر وقتی که در میان 30 روز باز خریده که اشتباه کرده، اگر گفته از حالا این باز خرید باشه، این بچهش باز خرید نیست، حتی اگر اون پول هنوز هستش، چون که باز خرید شده در میان 30 روز. و اگر گفته بعد از 30 روز این باز خرید باشه، بچهش باز خریده، با وجوده که اون پول با پا بر جا نیست بعد از 30 روز. پس بنابراین در میان 30 روز نباید باز خرید کنه. حالا کرده چی؟ گفته گفته از حالا باز خرید باشه، این باز خرید شدن نیست، در میان 30 روز که باز خرید نیست. اگه در میان 30 روز باز خرید کرده ولی گفته این باز خرید باشه بعد از 30 روز، و این باز خریده با وجود اینکه اون پولم پابرجا نیست، برای بعد از 30 روز بچه باز خرید شده است. لامد خط میفرماید دو تا زنی که به اصطلاح مال دو تا مرد هستند، چلو بی کروبیال دو شنه زخاریم، که تا حالا بچه اولزاد نداشتن، و یال دو شنه زخاریم، یعنی دوتاشون هم هر کدوم پسر آوردن و قاطی شدن، این 5 سله میده بکن، این هم 5 سله بکن میده، یعنی روبن و شیمان با راخل و لعا ازدواج کردن، هر دو هم پسر آوردن اولزاد، بعد این بچه ها قاطی شده، معلوم نیست کی به کیه، کدوم مال روبن کدوم مال شیمونه، هر دو باید اولزاد رو باز خرید کنند، به اصطلاح 5 سله رو بدن بکنین، این بده 5 سله بکنین، اینم بده. نات موبخکاخ، اگر این پولو دادن بعد مرد یکی از اون بچه ها برمینان در میان 30 روز، و واضح شد که یکی از اونها احتیاج به باز خرید نداشته. اگه دادن به دوتا کوین نمیخواد خارج کنه از دستشون اون 5 سله رو، که هر کوهنی میتونه بگه من پول بچه زنده رو گرفتم و مسلم خبر رو آلا برایا. ولی اگر دادن 10 سله رو به یک کوهن، این دوتا بچه، پول دوتا بچه رو به یک کوهن دادن، این یکی مینویسه از یکی دیگر اجازه نامه و وکالت نامه برای دوستش، یکی برای دوستش وکالت نامه مینویسه و میره این با این وکالت نامه از کوهن 5 سله پس میگیره، چون بالاخره یکی از اینها احتیاج به بازخرید شدن نداشته. شماره لامتت میفرماید بالای صفحه 802، اگر متولد شدن زاخار و نقبا، پسر و دختر، و معلوم نیست کدومش زاخار هست و کدومش نقبا هست، این بند در ادامه بند قبله که روبن و شیمون با دو تا زن ازدواج کردن و اینها پسر و دختر آوردن، و معلوم نیست که کدومشون پسر آورده کدومشون زاخار، عوض شده معلوم نیست، یا اینکه زایدن دوتاشون پسر و قاطی شده و یکیشون هم مرده، اون پدران معافن، ولی اون فرزند، فرزند پسر، خیابه که خودش رو بازخرید کنه موقعی که بزرگ شد. مم میفرماید زنی که طلاق داده شد یا بیوه شد برمینان، لازمه که صبر کنه 3 ماه تا یکی ازدواج کنه با یک فرد دیگری، و اگر ازدواج کرد بدونه که بخواد صبر کنه و بعد از 9 ماه از طلاقش پسری به دنیا آورد، این معافه. و اون به اصطلاح پتر رحم هست، یعنی گشایش رحم اولزاد هست، و پدران خیاب نیستن به پیدیونبن، که اینک
این بچه صافقه، آیا بچه اولیه یا بچه دومی. ولی خود اون بچه به هر حال اولزاده و باید خودش رو وقتی بزرگ شد بازخرید کنه. اینجا بحث سر اینه که یه خانومی که میخواد ازدواج کنه بعد از طلاق یا بعد از برینان بیوه شدنش باید 3 ماه صبر کنه که ما مطمئن بشیم حامله نیست، بعد میتونه بره با ازدواج کنه با اون کسی که میخواد طبق هلاخا. حالا یه نفر اشتباه کرد، هنوز 3 ماه نگذشته رفت فوری ازدواج کرد با یه آقای دیگه، بعدم بعد از 9 ماه از طلاقش اون وقت یه بچه به دنیا بود، اول زادم هست، با مرد قبلی مثلا بچه ای نداشت، اول زاد گشایش رحم هم هست، گشایش رحم هست. این هیچ کدوم از این پدرها خیاب به پیدونبه نیستن که ما نمیدونیم این کدوم پدر بچه کدوم پدره این، چون یکیش که طلاق داره که دیگه هم که الان شوهرشه، 9 ماه از طلاق گذشته، بچه اولی یا بچه دومیه نمیدونیم، کدوم پدر باید بیاد بیدونه بین پول بده نمیدونیم، پس هر دو معافن. و بنابراین ولی خود بچه وقتی به سن 13 سال رسید باید بیاد خودش رو باز بخره. شماره 41 میفرماید اگر نداره فقط 5 سله، یه پدری 5 سله پول داره و لازمه باز بخره بچهش رو، همچنین اتروک بخره، اربعمینین بخره برای موعد سوکا، کدومش رو انجام بده؟ پیدونبن یا اتروک و اربعمینین؟ میفرماید بخره اتروک، از چون که میسوایی که گذراست اگه الان انجام نده دیگه نمیتونه انجام بده، فقط موعد پسخ موعد سوکا موقعشه و تمام این به صورتی که زندگی میکنه در مکانی که تنهاست و هیچ کس اونجا یهودی نیست، ولی اگر میتونه میسوای اتروگه با اتروگ رفیقش انجام بده، باز بخره پسرش رو با 5 سله و انجام وظیفه با اتروگ دوستش میده و در روز اول اتروگ رو میگیره به متنا المنت لخزیر، یعنی به عنوان هدیه که به منظور برگرداندن و میتونه میسوا رو این چنین انجام بده. برو خشم لعلام، آمین و آمین.